سازمان دیدبان حقوق بشر به همراه 20 سازمان حقوق بشری دیگر در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد از وی خواستند نام عربستان سعودی را در فهرست ناقضان حقوق کودکان در جنگ قرار دهد، در حالی که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد باید به زودی فهرست ناقضان حقوق کودکان در میدان‌های جنگ را منتشر کند. این گروه‌های حقوق بشری در نامه مشترک خواستار اضافه کردن نام عربستان سعودی به دلیل کشتار کودکان در یمن در این فهرست شدند. بنابر گزارش‌های مستند سازمان ملل متحد، عربستان سعودی در دست کم 19 حمله مستقیم به مدارس در یمن نقش داشته است. گوترش پارسال در اقدامی که با انتقادهای فراوانی روبرو شد از درج عربستان سعودی در این فهرست خودداری کرد. پیش از او بان کی‌مون دبیر کل وقت سازمان ملل متحد نیز تحت فشار ریاض و از بیم قطع کمک‌های مالی عربستان به سازمان ملل از قرار دادن نام این کشور در این فهرست اجتناب کرد. در صورت که نام عربستان سعودی در فهرست ناقضان حقوق کودکان در جنگ قرار گیرد، ریاض باید مجموعه ای از اقدامات اصلاحی را در رفتار خود در درگیری‌های نظامی به اجرا بگذارد. از همین رو لابی‌های عربستان سعودی تاکنون سازمان ملل را تحت فشار قرار داده تا نام عربستان در این فهرست قرار نگیرد.